آقای سرزاده، پیش از پرداختن به نشست اردن، آقای بلینکن دو سفر داشته به لبنان که قبل و بعد از سخنرانی حسن نصرالله بوده، خصوصا اینکه آمریکا هم از میقاتی برای جلوگیری از ورود لبنان به جنگ تشکر کرده. این سفر به نظر شما چه پیامی برای منطقه و جمهوری اسلامی داشته؟ من فکر میکنم که یک بار دیگر به ایران هشدار دادن و حتی به حزب الله که حتی از این جنگ سوء استفاده نکنید تا چه رسد به دخالت. پس از سخنرانی دیروز حزب الله، کاخ سفید واشنگتن گفتش که ما اختیار می‌کنیم که حتی از این جنگ استفاده تبلیغاتی نکنیم. یعنی تا این حد نیروهای آمریکایی که در منطقه هستند مواظب هستند که نه حزب الله و نه جمهوری اسلامی در این جنگ دخالتی نکنه، چون فعلا نتانیاهو یا دولت اسرائیل مشغول غزه هست و یک جنگ دو جبهه‌ای، سه جبهه‌ای رو آمریکا میخواد مانع بشه که به اسرائیل تحمیل بکنه، و به همین علت هم هست که به لبنان رفته و از آقای میقاتی تشکر کرده. و آقای میقاتی در اونجا خیلی تأثیری نداره، در حقیقت قدرت اصلی حزب الله هست در لبنان. ظاهرا از طریق آقای میقاتی پیامی فرستاده برای حزب الله، و اینکه از میقاتی تشکر کرده، به هر حال این هم یک رفتار دیپلماتیک است.